درود به شما مخاطبین عزیز با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم یعنی چون خامنه ای از این موجود مریض و متوهم حمایت کرده و ملت را از خود ناامید و متنفر کرده و امروز مردم خامنه ای را مسبب همه بدبختی ها و فلاکت کشور می دنند. پس به احمدی نژاد که خواهان مرگ خامنه است رای بدیم و دو سال آزموده را آزمودن خطا نیست خریت است حاکمان امروز تصمیم دارند به هزار نیرنگ و فریب و دقدقه ملت را به پای صندوقهای رأی بکشانند امروز خیرخواهان و دلسوزان کشور در گرمی تنور انتخابات نمیدمند بلکه هیئتی از بزرگان و دلسوزان و سالحان که دستشان به خون ملت آلوده نگشته و متهم به غارت و چپاول ملت نباشند تشکیل و با خامنه ای و حجت می کنند و او را ملزم به تن دادن به خواست ملت خواهند کرد که دستور برگزاری رفراندومی کاملا آزاد و مردم و تعیین سرنوشت کشور و ملت توسط خود ملت را صادر و خیرتمندانه و مدبرانه حکومت را به مردم واگذار کند تا از آشوب و هرج و مرج کشور جلوگیری شود تهدیدهای پوشالی جمهوری اسلامی پایان ندارد محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری مشترک با سرگی لاوروف همتای روس خود گفت اگر اسرائیل مسئول حمله به نتنس شناخته شود پاسخ خواهد گرفت و خواهد دید چه حماقتی انجام دادند بیش از پنج سال است که اسرائیل در داخل و خارج از کشور جمهوری اسلامی و نیروهایش را به گوشت دم توپ تبدیل کرده بیش از 500 کیلوگرم از محرمانه ترین اسناد هسته ای را از قلب تهران خارج می کند. مهمترین مرد موشکی هستهای نظام را در تهران ترور می کند. مراکز هستهای را هر زمان که اراده کند منفجر می کند و صدایی از جمهوری اسلامی بیرون نیامده حالا ظریف در حالی که شبکه ملی اسرائیل و سایر رسانه های اسرائیل به سراحت می گویند که موساد نتنز را منفجر کرده می گوید اگر مشخص شود هیچگاه جمهوری اسلامی را این گونه ذلیل ندیده بودیم سازمان اطلاعات و امنیت کانادا در گزارش سالانه خود میگوید که از آزار و ارعاب خانواده ها و بستگان قربانیان شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی در کانادا گزارش های معتبری در دست است این سازمان در گزارش سالانه خود که در روز دوشنبه 23 فروردین ماه منتشر شد اعلام کرد که گزارش های معتبری در دست دارد از آزار و اذیت و ارعاب بستگان کانادایی قربانیان هواپیمای 752 اوکراین به دست افراد مرتبط با جمهوری اسلامی رسانه کانادایی سی, سی به نقل از گزارش این سازمان نوشته است که چنین اقداماتی می تواند مستاق مداخله خارجی باشد که به عنوان یکی از تهدیدهای اصلی برای امنیت ملی کانادا شناسایی شده است. هواپیمای مسافربری اوکراینی با امرد 18 سال 98 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بینون مللی تهران در پی اصابت دو موشک توسط پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. جمهوری اسلامی ایران سه روز این موضوع را کتمان کرد اما بعد از انتشار گزارش ها و شواهد متعدد و افزایش فشارهای بین‌المللی به ساقط شدن هواپیما توسط موشک های سپاه پاسداران اعتراف کرد در پی بالا گرفتن این موضوع و اعتراضات به این اقدام سپاه در داخل ایران و همینطور در اوکراین و کانادا گزارش هایی هم از اذیت و آزار خانواده های قربانیان منتشر شد این موضوعی است که در گزارش ویژه سازمان ملل نیز در اسفند ماه سال گذشته به آن اشاره شده بود مقامات جمهوری اسلامی خانواده های قربانیان را با تهدید به برنگرداندن بقایای عزیزانشان وادار به حمایت علنی از حکومت کردند و در روند مراسم های خاکسپاری دخالت کردند خانواده ها و بستگان این قربانیان خود در گفتگو با رادیو فردا نیز بر این گونه اقدامات از طرف جمهوری اسلامی صحه گذاشتند از جمله مرساد زارعی پدر آرات 17 ساله یکی از مسافران هواپیمای سرنگون شده به رادیو فردا چنین گفت به یک جایی رسیدم که اینجا تلفنی که شمارش نمیافتد دیگر نمیتواند با من تماس بگیرد اینقدر تلفن میشد که شما بیشتر از دهانتان صحبت میکنید خفه شوید بالاخره شما هم تقاص خواهید داد و از این صحبت های اینجوری در گزارش سالانه سازمان اطلاعات و امنیت کانادا مربوط به سال 2020 در این باره آمده است وقتی گروههایی در کانادا از طرف حکومت های خارجی در معرض آزار و اعمال فشار و ارعاب قرار می گیرند، این گونه اقدامات تهدیدی است برای تمامیت ارزی کانادا و امنیت شهروندان کانادایی وزارت خارجه اوکراین میگوید دولت ایران در پرونده هواپیمای اوکراینی دست به فرافکنی و اتهامزنی غیرمسئولانه و غیرسازنده علیه مقامات این کشور زده و با, با اصرار بر موضوع خطای انسانی به عنوان عامل کردن هواپیما تنها به خشم و نامیده بیشتر دامن خواهد زد کانادا نیز چند بار تاکید کرده است که به تلاش برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ایران در پرونده سرنگونی هواپیمای مسافر بری اوکراینی ادامه می دهد. مقام های غذایی حکومت ایران تاکنون گزارش از نحوه رسیدگی به این پرونده و محاکمه مقصران این پرونده ندادند ولی در چند پرونده جداگانه اقدام به صدور و حکم زندان برای کسانی کردند که به این حادثه و نقش و عمل سپاه پاسداران معترض شده بودند عبدالرزا داودی که مشاور رسانه محمود احمدی نژاد بود و حالا شمشیر را از رو برای رئیس جمهور پیشین ایران کشیده است در گفتگویی که با اصر ایران داشت گفت یکی از اخباری که ما به احمدی نژاد به طور روزانه در اتاقشان مرور می کردیم اخبار بورس بود سقوط بورس که می توانست نارضایتی اجتماعی ایجاد کند و مردم را به کف خیابان بیاورد یکی از اخبار مورد علاقه احمدی نژاد بود داوری به سراحت میگوید که محمود احمدی نژاد به دنبال آشوب اجتماعی در کشور است تا از آب گلالود شده برای خود ماهی بگیرد نه تنها احمدی نژاد بلکه خیلی از سیاسیون کشور از همین روش برای تسهیل کردن مسیر خود برای رسیدن به قدرت استفاده می کنند. فکر می کنید همین الان در مجلس چقدر نماینده منتظر زمین خوردن دولت روحانی هستند یا در دولت چند وزیر خواهان شدن پارلمان هستند فقط احمدی نژاد نیست بله آرزوی زمین خوردن رقیب را می کنند تا وقتی نوبت انتخابات رسید مردم نامید شده از این جناه نام جناه دیگر را به صندوق بیاندازند چه اهمیتی دارد که مردم در سیل مشکلات در حال دست و پا زدن هستند می بینید از اینکه بورس زمین خورده است خوشحالند میدانید وقتی جریان سیاسی منافع شخصی خودشان را به منافع مردم ترجیح می دهند کار کشور به اینجا می رسد. نگاه کنید برخی اصولگرایان میگویند مذاکره خوب است اگر ما انجام بدهیم و بد است اگر اصلاح طلبان انجام بدهند چرا بد است چون ممکن است انتهای این گفتگوها به جای ختم شود که وضعیت کشور سامان پیدا کند و مردم این اوضاع خوب را به نام اصلاح طلبان بزنند همان گونه که در انتخابات 96 زدند آنها دعا دعا می کنند که در این مدت اتفاق میان ایران و آمریکا نیفتد که در دولت احتمالی آینده این دستاورد سیاست خارجی به نام آنها نوشته شود اصلاح طلبان هم در زمان احمدی نژاد بخشی از کارهای او که به نفع مردم بود را بر نمیتابیدند چون مخالف ذاتی احمدی نژاد و دولت او بودند آمریکا به خاطر این آمریکا شده است که سیاستمدارانش البته استثنای ترامپ ایالات متحده برای آنها اولویت اصلی بود همه آنها با هر سلیقه برای کشورشان تلاش میکردند اما فعلا ما درگیر جناحبازیها شدهایم خیلی ها, ها را زیر چانه زدند و منتظر شکست رقیب هستند ولا این ناکامی کمر مردم را زیر بار فشار اقتصادی خورد کند آنها فکر میکنند وقتی به قدرت رسیدند همه چیز درست می شود و میتوانند تا ابد حاکم باشند اما نمیدانند کسانی هم منتظر رفتن و ناکامی آنها هستند و چه خوب گفته شد شفیع کتکنی که پیش از شما بسان شما بیشمارها با تارنکبود نوشتند روی باد که این دولت خجسته جاوید زنده باد دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا نگهدار